بیننده خبرهای صدای آمریکا هستید. این بخش را با گزارشی مربوط به عراق پی میگیریم. سامر سبحان وزیر دولت پادشاهی عربستان سعودی برای دیدار با مقام های ارشد کرد به کردستان عراق سفر کرده است. روابط اقلیم خودمختار کردستان عراق با عربستان سعودی در حالی گسترش یافته که دولت مرکزی عراق مناسبات چندان خوبی با ریاض ندارد. برای بررسی بیشتر علی جارمردی از اربیل کردستان عراق با ما است. علی، روابط عربستان سعودی با کردستان عراق در چه سطحی است و آیا اقلیم خودمختار کردستان عراق به عنوان بخشی از عراق میتونه خارج از چارچوب دولت مرکزی با کشور دیگری رابطه برقرار کنه؟ پیام، اجازه بده اول این رو بگم که سامر سبحان وزیر پادشاهی عربستان سعودی برای امور کشورهای خلیج فارس با مسعود بارزانی رئیس پیشین اقلیم و نچیروان بارزانی رئیس کنونی اقلیم کردستان عراق به طور جداگانه دیدار کرد. در رأس یک هیئت عربستان سعودی وارد اربیل کردستان عراق شده. ولی مسئله‌ای که اشاره کردی، گرچه اقلیم کردستان عراق بخشی از کشور عراق فدرال نامیده میشه در قانون اساسی این کشور، ولی در واقع داره دو قانون جداگانه هست. مثلا در اقلیم کردستان بر پایه قوانین سکولار هست، ولی در بغداد بر پایه شریعت اسلام هست. یعنی مسئله شیعه سنی در بغداد بسیار پررنگه، در کردستان عراق این مسئله نیست. مسائل دیگری هم دخیل است. در واقع کردها بعد از حکومت صدام حسین، گرچه قبل از اون هم روابطی با عربستان داشتند، ولی این روابط گسترش پیدا کرد. چه جلال طالبانی رئیس جمهور پیشین عراق، یکی از دو رهبر کرد، با مسعود بارزانی بارها از عربستان سعودی دیدن کردند. 2015 که سفارت عربستان در بغداد بازگشایی شد، یک سال، کمتر از یک سال بعد از اون کنسولگری عربستان سعودی باز شد و بعد از اون این روابط گسترش پیدا کرد تا جایی که محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی هیئت بلندپایی از سیاستمداران و افراد تجاری و اقتصادی عربستان رو به اربیل فرستاد، 11 ماه پیش دقیقاً، و این روابط گسترش پیدا کرد. پرواز بین اربیل با مکه و با ریاض و روابط حتی بانک عربستان سعودی باز شد. همه اینها در حالیه که در بغداد هیچ یک از این اقدامات انجام نگرفته. دلیل اصلیش این هست که اقلیم کردستان عراق به اندازه بغداد تحت تاثیر جمهوری اسلامی ایران نبوده. این روابط حساسیت هایی رو هم ایجاد کرد. یعنی بارها جمهوری اسلامی اعتراض کرده نسبت به این روابط. حتی سردار محمد حسین رجوی از فرماندهان سپاه خواستار بسته شدن کنسولگری عربستان سعودی شد و اون رو به دخالت در امور منطقه متهم کرد. ولی کردهای عراقی همزمان حمایت امریکا رو برای گسترش روابط با عربستان سعودی داشتن و بیشتر میشه گفت که اقلیم کردستان در این راستا سیاست از امریکا پیروی میکنه تا نسبت به جمهوری اسلامی حساس باشه.